درود به شما عزیزان دکتر دانش هستم از کانادا سوم اپریل 2020 هست امروز میخوام در مورد اینکه چطور میشه حجم بیمارانی رو که به اورژانس مراجعه میکنن در این روزها کم بکنیم میخواستم در این مورد با شما صحبت بکنم و راه های مختلف رو که به نظرم میرسه که مفید هست با شما در میون بذارم قبل از اینکه در این مورد صحبت بکنیم میخوام توضیح بدم که شایع ترین علامت ابتلای به کووید 19 چه چیزی میتونه باشه میدونین که شاید، یکی از شایع ترین علائم تب هست علائم دیگری مثل سرفه سرفه های خشک و از دست دادن حس بویایی یا حس چشایی و خیلی به ندرت ممکنه که عدسه و آبریزش و حتی اسهال هم وجود داشته باشه ولی شاید ترین علامت همطور که گفتم تب هستش خیلی از بیمارانی که الان در خونه هستند و تب دارن و علائم سرماخوردگی دارن در آنتریو یا در آنتریو میتونن با یه پزشک تماس بگیرن که پزشک راهنماییشون بکنه که استپ بعدی قدم های بعدی چه خواهد بود یا با ایجنتی که در اداره بهداشت اینجا وجود داره تماس میگیرن که کمکشون کنه یا اینکه از رمدی ها و از داروهای طبیعی که توی خونه دارن استفاده میکنن تا اینکه وضعشون بهتر بشه و تا اینکه در واقع ایمین، سیستم ایمنیشون بتونه بر علیه ویروس شروع به کار کردن بکنه و پیروز بشه برابر این خیلی ها در حال حاضر دارن به این شکل خودشون از خودشون مراقبت میکنن اما دلیل اینکه خب مردم به اورژانس ها مراجعه میکنند مسلما چیزایی مثل تب و صرفه و علائم سرماخوردگی میتونه باشه اما من میخوام اول به شما نشون بدم که بر اساس این استادی که این مطالعه یا ریسرچی که خیلی خیلی اخیر انجام شده روی 138 نفر که در بیمارستان بستری شده بودن این استادی نشون داده که 136 نفر از این افراد علائم اولیهشون تب بوده و یه چیز دیگه ای که خیلی مهم هست یک یافته ای خیلی مهم دیگه ای که اینجا داریم لیمفوپنی هست یا تعداد اینکه که درصد لنفوسیت های پایین لنفوسیت ها بخشی از گلوبول های سفید ما هستند که بسیار مهم هستند برای سیستم ایمنی ما برای تأمین ایمنی کافی در مقابل ویروس ها و باکتری های بیرونی این هم یه استادی دیگه هستش که نشون میده که در واقع درصد پایین بودن لیمفوسیت ها در جریان خون ما میتونه پیشاگهی بیماری که با کووید 19 هست رو این بکنه برابر این این استادی به ما نشون میده که اگر که کسی تب داره و در واقع لیمفوپنی هم داره میزان لیمفوپنی یا کمبود لنفوسیت های خون هر چقدر زیادتر باشه هر چقدر در واقع کمتر باشه لیمفوسیت های خون این نشون میده که پیشاگهی بدتر خواهد بود برابر این من میخواستم در واقع پروتکلی رو که طراحی کردم برای افرادی رو که افرادی که تب دارن با یا بدون نشانه ها و علائم دیگر عفونت به کووید 19 با شما در میون بذارم خب فکر کنین که در خونه هستین و تب دارین چه کاری میتونین بکنین ممکنه بتونین با پزشکای مختلف از جمله خود من تماس بگیرین یا اینکه با پزشکایی که در واقع او هیپ رو کاور میکنن تماس بگیرین که میتونید حتی خوشبختانه به صورت آنلاین یا ویرچوالی تماس برقرار کنین که خیلی هم عالی هست اگر با آفیس ما تماس بگیرید اولین کاری که من خواهم کرد اینه که یک کامپلیت بلاد کانت براتون درخواست میدم در صورتی که تب داشته باشید اگر که سی بی سی شما نشون بده که شما لنفوپنی دارین در اینجاست که حتما تست کووید 19 رو یکی از تست های اپروف یا ثابت شده برای کووید 19 رو حتما بایستی که براتون سفارش داده بشه بعد حتما بایستی که انجام بشه برای شما که میتونید به جاهای مختلفی رو که این تست رو انجام میدن مراجعه بکنین این کار به این دلیله که قبل از اینکه بیماری پیشرفت بکنه و به حدی برسه که شما با سینه پهلوی ناشی از کووید 19 و با تنگی نفس ناشی از کووید 19 به اورژانس بیمارستان بخواید مراجعه بکنین قبلا یه سری اقداماتی خواهیم کرد که بتونه وضعیت شما رو بهتر بکنه بنابراین حجم بیمارانی که به اورژانس مراجعه میکنن رو میتونه کمتر بکنه اه، کار دیگه ای که باید بکنید هستش که برای مدت هفت روز خودتون رو ایزوله بکنین در یک اتاقی در خونه خودتون وقتی که تب دارید و لنفوپینی دارید کار بعدی که باید انجام بدید این استش که اگر که لیمفوپنی داشتید و تب داشتید و بعد رفتید برای تست کووید 19 و تست کوویدتون هم مثبت بشه حالا اینجا بایستی که تمام کارهایی رو که و درمانهای معمولی رو که وجود داره برای کووید 19 اونهایی که مؤثر هستند انجام بشه به اضافه اینکه مسلما کاری بکنیم که سیستم ایمنی شما بهتر از اینی که هست بشه که باز هم در این صورت میتونید با کلینیک ما تماس بگیرید من تا جایی که بتونم بر اساس هر کیس راهنمایی میکنم که البته این ویزیت ها با از طریق بیمه های کاریتون کاور خواهد شد اگر که تستتون حالا چه تست آنتیبادی که اخیرا FDA اپروف کرده برای تشخیص زودرس COVID-19 اینفکشن و یا همون تست معمول اولیش که RT-PCR باشه ریل تایم PCR باشه, باشه، مثبت نباشه و منفی باشه شما نیاز به سلف ایزولیشن یا ایزوله کردن خودتون در خونه ندارید پروتکل بعدی کار بعدی این هستش که اگر که و اگر که در واقع اون اولین آزمایش رو که صحبت شد که انجام بدیم که سی بی سی باشه اگر اون رو انجام دادیم شما تب داشتیم و سی بی سی رو انجام دادیم درخواست کردیم و دیدیم که شما لیمفوپنی ندارید بعد از هفت روز بایستی دوباره ام، یک آزمایش سی بی سی مجدد بدیم که مقایسهش بکنیم با تعداد لنفاسیت هایی که در هفت روز پیش از خون شما گرفته شده برابر این اگر که مقایسه بکنیم و ببینیم پایین تر هست اون وقت بر اساس همون پروتکل قبلی که الان صحبت شد از یک تو سه باید انجام بشه ها اینجا فرقش نستش که مسلما هفت روز دیگه به آیسولیشن شما اضافه میشه و به این شکل ما میتونیم مراجعه به اورژانس ها رو کم بکنیم یعنی برای یک تب و برای صرفه همراه با تب یا علائم دیگه به اورژانس بیمارستان مراجعه نکنیم هم به دلیل اینکه خودمون دچار افونت شدید نشیم اگر عفونت کووید -19 نداشته باشیم اون رو از محیط بیمارستان اورژانس نگیریم هم به خاطر اینکه اوورلود برای بخش اورژانس یا سیستم بهداشتی خودمون ایجاد نکنیم و بذاریم اونها به بیمارانی که واقعا نیاز دارن نیاز خیلی خیلی شدیدتری بهشون دارن برسن اما در این وسط اگر که شما سوالی داشتین میتونید با شماره ای که اینجا نوشته شده تماس بگیرید و سوال خودتون رو مطرح بکنید من تا جایی که بتونم جواب شما رو خواهم داد ممنون از اینکه به این ویدیو توجه کردید خدا نگهدار